به نام خداوند جان خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند برنامه امروز ما درباره تضادهای بنیادین نظام ولایی است خب همه میدونیم که در واقع نظام سیاسی حاکم بر کشور ما به اصطلاح نظام ولایی اونطور که ادعا میکنن تفاوتی هم که با نظام سیاسی حاکم بر سایر کشورهای اسلامی داره در همین در واقع تأکید و تمرکز نظام ما بر ولایت اهل بیت پیامبره یعنی ادعا چنینه که ما میخوایم مطابق الگوهایی که اهل بیت پیامبر یعنی دوازده امام انجام دادن ما مطابق اون عمل میکنیم همینطور که در ولایت مطلقه فقیه آقای خمینی توضیح داد که همون ولایتی که خدا و رسول و ائمه داشتن اون ولایت به فقهای عادل زمانه میرسه بنابراین اصل و اساس بنیان در واقع نظام ولایت مطلقه اینه که ما مطابق الگو و عملکرد امامان دوازدهگانه شیعه میخوایم عمل بکنیم خب از طرفی همه میدونیم که از دوازده امام تشیع فقط حضرت علی یعنی امام اول به عنوان خلیفه چهارم بعد از ابوبکر بکر عمر عثمان از اهل بیت پیامبر حضرت علی پنج سال حدودا خلافت کردند پس از ایشون امام حسن فرزند بزرگشون شش ماه در واقع حکومت کردن که با مکروهیله ماویه در واقع اون دورانم به انتها رسید بنابراین عملا ما فقط یک تجربه سیاسی داریم البته از اهل بیت پیامبر الگوهای اخلاقی و ایمانی فراوانی هست کتابای زیادی نوشته شده که به جای خودش به عنوان امام یعنی الگوی اخلاق و ایمان ولی از نظر تجربه سیاسی هیچ شک از امامان اهل بیت پیامبر اون دوازده به صلاح نسل هیچ کدوم به جز حضرت علی یک حکومت در واقع بلند مدتی نکردند. پس تنها مدرک تنها سندی که شیعیان میتونن ارائه بدند نحوه حکومت حضرت علی است اینطوری که از عدل علی هم سخن گفته شده بنابراین اصل مسئله همینه که اگر حکومتی مدعی ولایت هست اسمش رو نظام ولایی گذاشته طبیعتا برای شهروندان یا برای دیگران ملاکش اینه که تا چقدر عمل کرده اونها با اون چه که ادعا میکنن یعنی با اون پرنسیب ها و اصول بنیادین هماهنگی داره یا در تعارض هستش بحث امروز ما در واقع بررسی همین مطلب هستش از طرفی ما از اون دوران حکومت پنج ساله حضرت علی مهمترین سندی که در اختیار داریم سندی است که مفصل حدود ده صفحه هست معروف به عهدنامه مالک اشتر یا منشور حکومتی میگن یا عهد ولایی عهد ولایه معروفه نظام ولایی هم از این گرفتن داستان از این قراره که در دوران حضرت علی مصر فتح شده بود توسط برادر معاویه خب حضرت علی در دوران خلافتشون مجبور بودن که کسی رو بفرسن برای اداره اون سرزمین پهناور نزدیکترین یارشون شخصی به نام مالک اشتر بود خب او رو انتخاب کردن اولی یه نامه برای مردم مصر میفرستند میگن من به دلیل اهمیت سرزمین شما سرزمین تاریخی بزرگی که هزارها برش گذشته کسی را که بیش از همه در مرکز به او احتیاج دارم و نزدیکترین یارانم رو میفرسم به خاطر اینکه سرزمین شما بیش از همه جا اهمیت داره این نامه است که ابتدا برای مردم مصر فرستادن نشون میده که چقدر اهمیت اون مردم داشتن و بعد مالک اشتر رو که میفرسن حالا اون موقع ها سیاست ای که نبوده یک متنی مدرکی نبوده که مالک تجربه حکومت داری نکرده حالا مالک میخواد بره سرزمین پهناور مصر چجوری حکومت بکنه اینو خب حضرت علی میدونستن بنابراین یه متن مفصلی برای او می نویسن این متن معروف شده به نام عهدنامه مالک اشتر یا همطور که عرض کردم منشور حکومتی حضرت علی خب این سند در اختیار ماست این عرض کردم حدود در صفحه هست سد و بند داره پس نشون میده چقدر موضوعات ای در این منشور حکومتی وجود داره نزدیک پنجاه موضوع مرتبطه با سیاست و حکومت در این مدرک وجود داره خب همطور که ارز کردم برنامه امروز ما انتباق عمل کرده حاکمان نظام ولایت مطلقه فقیه نظام به استدار خودشون ولایی نظام ولایت فقیه با این مدرکی است که غیر از اینم وجود نداره برای ولایت یعنی مهمترین اساسی ترین اصلی ترین منشور حکومتی که تکلیف حاکمان رو تعیین میکنه همینه بنده در هفت بند یک مقایسه میخوام انجام بدم که ببینیم که چقدر انتباق داره ادعای نظام ولایی با اصل و اساس ولایت که امام اول شیعیانه تنها کسی که همینطور که عرض کردم یه تجربه حکومتی تجربه خلافت تجربه سیاسی داشتند اصل اول نقش و وظیفه دولته دولت چه وظیفه داره؟ دولت اسلامی نقشش چیه؟ آنچه که در این عهدنامه، در این منشور حکومتی آمده در همون آغاز چهار نقش تعریف میکنه برای حکومت خوب دقت بفرمایید این مهمترین سنده برای شیعیان چهار تا وظیفه بیشتر نیست در این اهدنامه مفصل فقط حاکمان چهار وظیفه دارن یک جبایت خراجه ها یعنی جمعآوری مالیات ها خب غیر از دولت چه کسی میتونه این کارو بکنه پس اول باید بودجه باشه پس اول باید یه سرمایه فراهم بشه یعنی پس وزارت دارایی اولین نقش دولت تاسیس نهادی است برای جمعآوری مالیات ها دو جهاد ادو ها یعنی ارتش یعنی با دشمنان با متجاوزین وظیفه دفاع از این مجتمع از این ملت با دولته سوم استصلاح اهلها یعنی صلح آشتی بین مردم یعنی دستگاه دادگستری مردم که از اختلافهایی که پیش میاد جنگ های بین گروه های مختلف مردم اونا که نمیتونن داوری بکنن پس یک نظام دادگستری باید دولت تاسیس بکنه چهارمیش امارت بلاده ها شهرسازی آبادی سرزمین حالا راهسازی جاده سازی سازی در هر دوره‌ای به تناسب نیاز زمانه این سخن رو اتفاقا جای دیگهم تو نهج و براغه حضرت علی گفته یعنی این چهار نقشی که دولت میتونه داشته باشه خلاصه میکنم دارایی وزارت دارایی ارتش یعنی وزارت جنگ وزارت دادگستری و امران آبادی حالا شهرسازی یا چی اسمش رو بذاریم خوب دقت بکنید هیچ وظیفه دیگه به عهده دولت نمیذاره در خطبه چهلوم هم به دلیل اختلافاتی که پیش آمده بود در اون جنگ با ماویه حضرت علی از مردم رأی گرفته بودن که بجنگیم جنگ و ادامه بدیم یا صلح بکنیم عجیبه که این رو به مردم سپرده بودن به در واقع رفراندوم افکار عمومی خشک مقدسه و اعتراض بعدن میکنن وقتی که میبینن که کلا سرشون رفته تو چرا رأی مردم رو دخالت دادی تو خلیفه بودی باید خودت تصمیم میگرفتی از اونجا اختلاف پیش میاد شعار میدادن که لا حکم الا لله حکم فقط حکم خداست تو مشرک شدی به حضرت علی میگفتن همون نماز شب همون همونها که پیشانیشون جای مهر بود میگفتن این شرکه که بخوای نظر مردم رو دخالت بدی اونجاست که میگه ناسه لابده من نمیر اول میگه این حرف درستیه که حکم خداست ولی مردم ناچارن که یه نفر رهبر داشته باشن امیر داشته باشن برن و فاجر میخواد که آدم خوبی باشه میخواد آدم بدی باشه یعنی مهم اینه که نظم برقرار باشه یک دولتی حاکم باشه که اون دولت چیکار بکنه اونم باز همین چهار وظیفه رو براش میشموره میگه که یوج به مالیات ها جمع بشه با دشمن مقابله بشه امنیت تو مملکت به وجود بیاد و ظعفا در پناه قانون قرار بگیرن پس هم در اهنامه مالک اشتر و هم در این خطبه چهار به وضوح حضرت علی. نشون میدن که از دیدگاه ایشون به عنوان امام اول شیعیان دولت دولت اسلامی دولت ولایی هیچ حقی برای دخالت در امور دیگهی ای به جز این چارتا رو نداره در سراسر این اهنامه مفصل که ارز کردم 157 بند هست یک کلمه درباره اینه که دولت وظیفه داره مراقب عقاید مردم اعتقادات مردم نماز روزشون باشه مشروب نخورن قمار نکنن هجاب و کنترل بکنه مطلقاً وجود نداره مطلقاً یک کلمه درباره نماز روزه نیست البته به خود مالک اشتر میگن که تو خب این همه وظیفه و کار داری اون رابطه ویژه خودت رو با آفریدگار در بهترین وقت خودت قرار بده نه موقعی که خسته ای از سر کار برمیگردی به خود او توصیه شده که روابط به سلاقلبی قلبی خودش و روابط عبادی خودش و با خدا تحکیم ببخشه ولی مطلقا در منشور حکومتی حضرت علی کوچکترین وظیفه‌ای برای دولت نسبت به مراقبت از دین و ایمان مردم قائل نشده بلکه برعکس میگه باید جامعه یه مسئولی داشته باشه یه حاکمی که مؤمن کار خودش رو بکنه یعمل و فی امرت هل مؤمن مؤمن در امارت و فرمان روایی او کار خودش بکنه و یستمت و فی کافر هم کیف خودش رو از دنیا ببره خیلی به نظر عجیب میاد نیست این رو مراجعه بکنید خودتون ببینید هم در خطبه چهل و هم اهدنامه مالک اشتر میگه تا این مدتی که خدا تعیین کرده این آزادی و اختیاری که برای بندگان است مردم در واقع در پناه قانون هر کسی اختیار و آزادی داشته باشه که کار خودش رو انجام بده قانون پس حاکم هستش حالا میتونیم جمبندی بکنیم یک اینکه هیچ دولت اسلامی به جز این چارتا حق دیگه ای نداره ببینین حتی نمیگه که یه بندی از وظائف تو آموزش و پرورشه الان تو خوب کشور ما یا کشور و اسلامی وزارت آموزش و پرورش داریم به چه دلیل دولت باید دستندازی بکنه به نظام آموزش و پرورش یه اصول کلی یا مبناهایی که به چه صد تو رده ای اگر رسیدن خب قبول میشن خطوط کلی البته خب باید توی جامعه ای ثابت باشه ولی مثل بقیه کشورهای پیشرفته دنیا الان کشورهای اروپایی یا امریکا دانشگاه ها مستقل هستن مدارس استقلال دارن بخشیش البته دولت ها کمک میکنن همه دروس و آین نامه ها رو خود ملت که داره مینویسه ورزش به عهده دولت نیست که وزارت ورزش باشه هنرها به اختیار دولت نیست وزارت ارشاد و فرهنگ فرهنگ اسلامی هر فرهنگ به دولت چه ارتباطی داره ارشاد مردم مربوط به خودشونه مگر قبل از انقلاب دولت سلطنتی ارشاد اسلامی میکرد که مردم در لوای اسلام قیام کردن پس یه ملت خودش میتونه آگاهانی آلمانی داشته باشه که ارشاد بکنه به دولت چه ارتباط داره که به علوم اسلامی علوم انسانی بخواد دست بزنه تغییراتی بده وارد فرهنگ بشه حتی اگر بخوام فیلمی تهیه بکنند مثل جریانات اخیر راجب مولوی دولت و برحال مسئولینن که باید قضاوت بکنن پس این تعارضات و تناقضات نشون میده که دولت یا در واقع به تعبیر این نهج و براغه والیان بجز اون چهار وظیفه که از عهده افراد و گروه های ملی مردمی بر نمیاد هیچ نقش دیگه ای حق ندارن نه در هنر نه در فرهنگ نه در علوم انسانی نه ورزش و نه هیچ چیز دیگه این اولین تناقض دومی که دولت دولتی که انتخاب میشه این برای منافع ملیه یعنی دولت ایدئولوژیک نیست مردم کسی رو انتخاب میکنن که اون اموری که خودشون نمیتونن انجام بدن یعنی باید یک سازمان واحدی باشه اون انجام بده بنابراین این خود تقسیم بندی که داره میکنه که نقش دولت چیه این تعارض پیدا میکنه با این نظام ولایت مطلقه فقیه که اولا ولایت مطلقه از جانب خدا برای خودشون قائل هستن حضرت علی وقتی که خلافت میپذیرن به مردم اعلام میکنن که بیت المال شما کلید گنجینه های دولت یعنی سرمایه دولت بودجه دولت در اختیار منه ولی من دیناری بدون اجازه شما حق خرج کردن ندارم رزی تو آیا راضی هستید این چنین؟ مردم حضرت علی رو انتخاب کردند در اون انتخابات گسترده که به تناسب زمانه وجود داشت او برگزیده مردم بود دهها ها خطبه تو نهج و هست خودش توضیح میده که بای ان الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین مردم با من بیعت کردن بدون اجبار بدون کراهت بدون اینکه چیزی عرضه کردن باشم تشویقی یا تهدیدی در کار باشه پس به صورت دموکراتیک به حکومت رسیده به خلافت رسیده و به صورت دموکراتیک هم با خواست مردم نظر مردم اداره میکنه خب این خیلی فرق داره با نظام ولایت مطلقه فقیه که یک قرائت یک خانش فرقه ای داره یعنی در واقع آرمان آرمان ایدئولوژیک بست تشیع در عالم اسلام یعنی در واقع از یک اختلاف تاریخی که بر سر جایگزینی خلیفه بعد از پیامبر بوده یعنی بازگشت به اون اختلافات کهن و برای اینکه ما حالا بتونیم این خلافتی که قصب شده در 1400 سال برگردونیم یعنی داعیه یک امر ایدئولوژیکه نه منافع ملی چیزی که اصلا مطرح نیست برای نظام ولایت فقیه منافع ملیه چطور ممکنه که یک حاکمانی به منافع ملی بیندیشند و بعد بخش عظیمی از بودجه رو خرج سوریه و لبنان و کشورهای دیگه بکنن یا در مناطق مختلف جهان این کجا با رضایت مردم انجام شده کجا در مجلس تصویب شده مردم از کجا میدونن چه بودجه ای چقدر از درآمد نفت و گاز و پتروشیمی و غیره داره بیرون میره این به کلی در تعارض با این بخش عهدنامه است که وظیفه دولت رو مطلقا در چنین اموری نمیدونه پس یه تعارض منافع ملی هست یا منافع فرقه ای آنچه که برای حاکمان ما مطرح هست شاید هم خیلی هم صحبت کردن این رو توضیح دادن میگن الله لبنان از کجا ارزشش برای ما کمتره از مردم بالا شهر نشین یا کسانی که چنین باورهایی را ندارن یعنی چیزی که همطور که عرض کردم مطرح نیست اینی که این بودجه این پول مربوط به این مردمه اگرم میخواد جای دیگه خرج بشه لاجرم باید با مسببات نمایندگان مردمی اون مجلس باشه نه یه دی تصمیم بگیرن این پس اولین تضاد و تعارضی که وجود داره دومین معیاری که از این اهدنامه مالک اشتر برمیاد جایگاه افکار عمومیه چقدر مردم نظرشون و داوریشون اعتبار داره آیا از بالا تصمیم گرفته میشه یه نفر هست که ولایت مطلقه داره مردم اینطوری که تو نظام ولایت فقیه هست کتاب آقای خمینی مردم محجورن محجورنی دیوانه مردم مثل سقارن مثل بچه که یه ولایتی میخواد مثل انبال بلا در واقع صاحب یعنی مردم به چشم این که اینا یه نفر سرپرست میخوان ولی تو این اهنامه نشون میده همون اولش در همون صفحه اول به مالک اشتر میگن من تو رو دارم به سرزمینی میفرسم یعنی مصر که پیش از تو فرعون های متعددی در اون سرزمین بودند یعنی حاکمان زیادی آمدن هزارها در اونجا حکومت بوده همینطوری که تو امروز داری داوری میکنی راجع به عمل کرده اون حاکمان اینو بدون که مردم هم درباره عملکرد عمل کرده تو داوری خواهند کرد و بعد دنبال این میگه که اه حاکمان صالح چگونه شناخته میشن میفرماد انما یستدل علی الصالحین به ما یجر الله علی السن عباده مردم صالح رهبران درستکار از طریق آنچه بر زبان مردم جاری میشه شناخته میشند ببینید خیلی جالبه به جایی که بگه معیارا ملاکاینه میگه داوری مردم نظر مردم افکار عمومی ملت درباره این حاکمان چگونه است میشه فهمید که اون حالا صالح هست یا نیست یعنی ملاک رو اعتبار رو حضرت علی به ملت میده اکثریت ملت اونا چی میگن مرگ خواهی میکنن یا زنده باد در واقع دارن میگن آیا در امروز حاضر هستن که رفراندوم بکنن به مردم مراجعه بکنن که ببینن تا چقدر مردم قبول دارن نظام بلایت فقیه ها یا تا صحبت از رفراندوم بشه بازگشت به رأی مردم هر کسی بخواد این حرفو بزنه باید خفش کرد هر قلمی رو باید شکست هر زبانی رو باید دوخ اصلا سخن از نظر مردم اکثریت مردم در بین نیست مردم میگن اشرارن یا زمان احمدی نژاد خس و خاشاکن فقط خودیا هستند که اعتبار دارن اینطور جامعه تجزیه میشه این معیار دوم در این اهدامه مال کشته سومین معیار مردم دوستیه میهن دوستیه در واقع همه به خاطر داریم که اوایل انقلاب آقای خمینی گفتش ملیگرایی خلاف اسلام است ملی گرایی یعنی گرایش به ملت خلاف اسلام است ارز کردم در اون معیار قبلی هم آقایون به ملت و ملی بودن باوری ندارند یک خواسته در واقع فرا ملی دارند یک خواسته در واقع مذهبی فرقه که او باید جا بیفته میخواد ایرانی باشه میخواد عرب باشه میخواد مال هر جای دنیا باشه ما بودجمونم صرف در واقع این امت شیعه در جهان باید بشه خب در این اهنامه کاملا اول نشون میده که تا حاکمان مردم رو دوست نداشته باشن دلسوز مردم نباشن نمیتونن خدمت کنن در هم مقدمه میگه و اشعر قلب کر رحمت للرعیه دل تو مالا مال از محبت به رعیت بکن رعیت در اصطلاح ببخشین رحمت للعیه رحمت یعنی دلسوزی رحم داشتن و محبت لهم محبت به مردم و لطف بهم. به یعنی هم میگه تو رحمت باید داشته باشی به مردم هم در واقع محبت داشته باشی و هم لطف حالا اینا با هم یه تفاوت داره دلسوزی، عشق و علاقه، توجه به جزئیات، مسائل و مشکلات مردم بعد برای اینکه خوب جا بیفته میگه ولا تکونن علیهم سب و انزارین مثل حیوان درنده مثل گرگ درنده به جون مردم نیفتی که تقتنم و اکلهم مقتنم بشماری خوردن مردم رو جالبه که این سخنان رو به مالک اشتر حضرت علی داره میگه که مهمترین و نزدیکترین یار حضرت علی بوده شوخی نداره در موضع اقتدار قرار گرفتن حضرت علی میدونه که قدرت فسادآوره و قدرت مطلق هم فساد مطلق میاره بنابراین حتی به مالک هم میگه مبادا وقتی میریم مصر مثل حیوانات درنده به قانون جنگل بخوای به جون مردم بیفتی تقتنم و هم بخوری مثل درندگان که پاره میکنن هم دیگه رو بعد میفرمد فا انه هم سنفان مردم از دو گروه خارج نیستند اما اخون لکف دین یا برادر دینی تو هم فکر تو آن او نزیرون لکف الخلقه یا هم نوع تو هستند هم نوع یعنی دیگه هر دینی هر مذهبی هر باوری میخواد داشته باشه بنابراین میگه که اینا اگرم حالا تو،, تو, مصر میری و نمیدونم خلاف و خطاهایی از گذشته بوده پرونده سازی برای کسی نکن افشاگری نکن وظیفه تو پاک کردن اون چیزایی است که ظاهر شده بنابراین صرف نظر کن اینا توی نظام و سیستم دیگه ای بودن حالا به اختیار و اراده خودشون که نبوده به یه عادتی و فرهنگی دارن عمل میکنن حالا اینو شما مقایسه کنید با آنچه که اتفاق افتاده تو همین به بخشی که راجع به محبت و رحمت و لطفه به مردمه میگه که مبادا به جون مردم بیفتی بعد میگه ولا تنسبن نه لحرب الله به جنگ خدا نرو مبادا بخوای سینه سپر بکنی به جنگ خدا که تو قدرتی به اون نداری این مسئله حربه با خدا می کسی با خدا میتونه به جنگه مگه خدا قابل جنگیدن ماونه. اونه همین چند روز گذشته به خاطر دارین که کسی رو آوردن در شبکه یک کسی مای جمهوری اسلامی برای به قول خودشون جا انداختن این آیه محاربه که ایشون هم گفتن که این اقتشاشگران اختشاش، اینا رو باید زجر کش کرد زجر کش نه قتل معمولی یا دست و پاشون رو در جهت عکس هم قطع کرد یا به دار زد یا نفی بلد کرد به معنایی که فرستاد تو دریا ایشون فرمودن که حالا ایشون رو به عنوان استاد ادبیات و قرآن دانشکده الهیات آوردن که نشون بدن که مبنای ما این هستش ایشون گفت احساسات هم نداریم چرا احساسات برای حزب الله و نمیدونم برای شهدا و نظام به خرج نمیدن خب این یک منطقه که در واقع در تلویزیون تشویق میکنن تحریک میکنن که نه تنها این برخوردها از خیابونی باید زج کش کرد به دار زد و دست و پنجه رو باید قطع کرد یا فرستاد تو دریا حالا اینجا می... اینو زیل عنوان محاربه با خدا و رسول تو تلویزیون گفتن در حالی که تو اینجا محاربه با خدا و رسول رو داره به مالک اشتر میگه که اگه تو به جون مردم بیفتی کشدار را بندازی به جنگ خدا اومدی ولا تنسبن لحرب الله خودتو در جنگ با خدا قرار دادی این یک اصطلاح در واقع جاهای دیگه هم باز تو نهج بلاغه هست که جنگ با خدا محاربه با خدا و رسول رو با مردم در افتادن در واقع داره میگه استبداد به خرج دادنه خب این در واقع مقایسه آنچه که حضرت علی انتظار داره از حاکمان با اون زبان به مردم میگه که باید تمام دل تو وجودت مالا مال از علاقه و عشق و محبت به مردم لطف به بشه حالا اینو مقایسه بکنین با از تجربیاتی که از گذشته داریم از کوی دانشگاه از جوونهایی که از پشت بون انداختن پایین از سرکوب سال 88 سال 96 و امسال این چند صد نفری که کشته شدن آیا اینا اصلا تناسب داره مگر ممکنه که حاکمانی عشق به مردم داشته باشن دلسوز مردم باشن برای مردمی که کارت به خونشون رسیده زندگی روزانهشون نمیگذره نمیتونن خرج زن و بچهشون رو بدن ناگهان وقتی که بنزین قیمتش سه برابر میشه از یه حدی به بالا میدونن که تورم از روز بعد چقدر میره بالا میبینن حتی همین لغمه نانی که برای بچهشون باید ببرن دیگه نمیتونن ببرن آیا اعتراض اینا جنگ با خدا و رسوله یا کسانی که اینها رو میکشن با خدا و رسول بین تعبیر و یک مثلا اصطلاحی است این در واقع نکته دوم اما معیار چهارم که از این عهدنامه مالک اشتر منشور حضرت علی برمیاد این خود بزرگ بینی و تکبر حاکمانه همطور که ارز کردم قدرت معمولا تکبر میاره و قدرت مطلقه هم تکبر و فساد مطلقه میاره خب به, هز... به مالک اشتر حضرت علی دارن این گوش زد میکنن باز تکرار میکنم این نصایح به بهترین یاران حضرت علی است که میخواد بره حکومت کنه رو درواسی هم نیست انسان در معرض این خطاها هست میفرماد ازا اهد سلکه و بهتن مالک اگه تو که میری مصر حکومت میکنی اگه عباحت ورد داشت این اصطلاح در فرهنگ ماست میگن فلانی رو یابو ورش داشته از قدیم میگفته خب طبیعیه وقتی که صبح و شب همه دوروبری ها بله بله قربانگو هستن و همه سلام میدن و همه احترامات میزنن و تعظیم و تکریم میکنن هر انسانی ممکنه که خودش رو گم بکنه بنابراین حضرت علی به مالک اشترم همینو میگن حالا که تو میری مصر حکومت بکنی ازا احد سلک عبهتن او مخیلتن مخیل یعنی خیالات ورد داشت فکر کردی کسی هستی ولایت مطلقه ای بر مردم داری حرف حرف توه فصل الخطاب با توه توی که به مجلس میتونی بگی دخالت نکنن قوه ها رو فرمان بدی هر سه قوه چی کار بکنه مخیلی از ریشه خیل میاد خیل یعنی اسبه. اون موقعی که این فرمایشات از حضرت علی داشتن مرکب خیلی مهم اسب بوده بقیه با الاغ یا با شطور میرفتن وقتی کسی سوار اسب که سریعتر میره تندتر میره یک احساس خود بزرگ بینی میکنه حالا میگی مالک اگه ابهت ورد داشت اگه خیالات ورد داشت که کسی هستی حالا رهبر سرزمین پهناور مصری هستی فنزر الائزم ملک الله فوق یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سر خودت بکن شب یه نگاهی به این آسمان پرستاره بکن شاید این تکبر خود بزرگ بینیت یه مقداری تعدیل بشه شاید اون عقلی که از کلت پریده شاید برگرده میبینین چقدر روشنه البته من اینا رو فقط یک اشاره میکنم اینا رو با توضیحات خیلی بیشتری آورده تو نحش و اگه بخوایم شاید ده جلسه وقت بگیره یا آدم بخواد تو تلویزیون بگیره ولی من دارم خلاصه و شاه بیتاش میگم که یکی از معیارهای حاکمان این مسئله است که چقدر تکبر دارن چقدر لجبازی دارن چقدر خودشون رو بزرگ میبینن اما معیار پنجم در واقع مسئولیتی است که در برابر هم عملکرد خودشون به شخص دارن هم خانوادهشون یعنی فرزندانشون با بستگان مثلا فامیلیشون خیشانبندشون و طرفدارانشون میگه که انصف الله و انصف الناس من نفس کرد تو باید انصاف داشته باشی با مردم هم از جانب نفس خودت و هم من خاصت اهلک اون خیشاوندانت اهلت که به طور ویژه روابطی داری اونها رو سر قدرت گذاشتی و هم من لک فیه هون من رعیتک یا از ملت اون کسایی که تمایلاتی با اون داری طرفداران تو هستن به اصطلاح امروزی هواداران تگه هستن یعنی چی این توصیه یعنی اون کسی که داره رهبری میکنه این باید پاسخگو باشه نه تنها نسبت به عمل کرد و سخنان خودش بلکه پاسخگوی تمام سلسله مراتب پایینتر هم هست پاسخگوی هر آنچه که در اون حکومت داره انجام میشه اونه وگرنه حق نداشت که بیاد بپذیره در رس قرار بگیره حالا میشه این رو سال کرد آیا این سوال جا داره که اون چه که در این چل سال گذشته ما هشت سال جنگ با عراق داشتیم حدود نزدیک یه میلیون ما کشته و مجروح دادیم شیمیایی ملت عراق هم همینطور کسی پاسخ گوش بود که چرا ادامه دادید بعد از فتح خورمشهر به عنوان راه نمیدونم قدس از کربلا میگذرد باید اون نظام رو بندازیم همون اول به زودی سالیان اول خورمشر فت شد اونا رو بیرون کردیم از عراق به یه مختصری که مونده بودن آیا کسی پاسخ داد این سیاست غلط جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم یا بعد از اون این قانون بینون رو زیر پا گذاشتین که سفارت خونه هر کشور خاک اون کشوره چطور شد وقتی که طالبان در اف... افغانستان سفارت ما رو گرفتن یه رو به رگبار بستن کارداران رو وا اسلام ها سر دادید که قانون بین المللی رو زیر پا گذاشتن رفتن به یه سفارت و 444 روز کارمندان اونجا رو نگه داشتن ایجاد دشمنی و جنگ و گروگانگیری اینا آیا توی این احنامه مالک اشتر گفته حق گروگانگیری دارین؟ و این همه پیامد هایی که به دنبال اون آمد که جنگم بعد از اون بود آیا کسی پاسخ داده؟ پاسخ دادن که ما اشتباه کردیم؟ آیا حمله به کوی دانشگاه که از پشت بام انداختن دانشجوها رو پایین کسی پاسخ داد؟ بله البته یه محاکمه ای شد اون سروان نظری کی بود که فرمانده عملیات بود ولی بعدم تبرئه شد و فقط یک سرباز و گفتن فقط ریشتراش یه دانشوی رو دوزیده بوده نمیدونم دیوی سی ست تومن پول معمولی باید جریمه اون رو بده آیا اتفاقاتی که در انتخابات سال 88 افتاد برخوردی که با ملت کردن کسی پاسخ داده اونچه که سال 96 اونچه که سال 98 چه کسی پاسخ اینها داده مسئولیت اینا با کیه عهدنامه مالکش در صریحا میگه توی که میری مصر رو حکومت بکنی تو مسئولیت تام و تمام هر اتفاقی که نظام زیر دست تو بیفته از دست اونا هر چه بر بیاد تو مسئولش هستی این خونهای ریخته طبقات محروم جامعه عمدتا شهرهای محروم بودن تهران میبینیم از بالای شهر تا راهن خبری نیست از اسلام شهر و قسمت محروم شهر این خونهای ریخته شده رو آیا پاسخ میدن مسئولیتش با چه کسی است اینم میبینیم یک معیار دیگه ای در عهدنامه مالک اشتر در منشور حکومتی حضرت علی که شخص حاکم رو پاسخگوی همه عمل کرده در بست حکومت میدونه اما میار شیشم پاسخگویی به انتقادات خب جریانات اخیر انتقاد مردم داشتن به عملکرد حاکمیت چرا ناگهان سه برابر کردید یه انتقاد دیگه خب دقت کنی که فرمایش حضرت علی شگون است این بند 63 این منشور حکومتی است نه قبل از منو ببخشید میگه زنت رعیتو به که حیفن اگه ملت احساس کردن که تو ظلم کردی حیف یعنی همون حیف و میل قوله. معروف ما تو فارسی ها میگیم بودجه رو حیف و کردی یا ظلم و ستم کردی نمیگه که مردم یقین پیدا کردن ان زنت الرعیت بکه حیفن اگه گمان مردم بر این رفت یعنی مردم انتقادی داشتند که عمل کرده تو ظالمان است عمل کرده تو تباه کننده ی سرمایه ملیه به منافع ملی صدمه میزنه طبقات محروم و دچار فلاکت میکنه زن و گمانه زن دیگه نیست چی کار باید بکنه رهبر جامعه میگه فاسهر لهم به عذرک فاسهر از همون کلمه سراحته عذر تو دلایل تو با سراحت با شفافیت باید برای مردم توضیح بدی فاسهر لهم به عذرک و عدل انکه زنون هم به اسحارک با شفاف شفافیت و با سراحت توضیح دادن انتقادات مردم رو از خودت دور بکن یعنی تنها راهلی که وجود داره در برابر انتقادات مردم نه انتقاداتی که یقینیه حتما باید درست بشه که یه دی بخوان بگن که نه این حرف مردم منطقی نیست ما حق داشتیم این کار بکنیم اون کار بکنیم مردم غلط میکنن این اظهارات بکنن شنیدین که عینا همین حرفا رو میزنن غلط میکنن مردم یه همچی خواسته هایی داشته باشن میگه اگه به فرض نظر مردم نظر ناقدانه ای داشتن این وظیفه توه که با سراحت با شفافیت نه اینکه بپیچونی توجیهش بکنی یه جوری حرف بزنی که نفهمن که آخر چی شد با سراحت باید دلایل تو انبان بکنی و بدبینیشون رو نه با سرکوب نه با گشودن رگبار به سوی مردم بلکه با شفافیت بیان بکنی بعد میگه فن نفیذ که ریاضتن منکل نفسک البته این کار ریاضتی است که باید به خودت بدی حضرت علی میدونه که خیلی سخته اونایی که رفتن اون بالا اونای که برای خودشون ولایت مطلقه قائل شدن خیلی سخته که خودشون مجبور ببینن که بیان توضیح بدن خیلی سخته که در موضع استیزاه خودشون رو قرار بدن میگه البته این یه ریاضتی است که باید به خودت بدی و رفقن به رعیتک این یک رفاقت با ملت یعنی اگه تو رفیق مردمی چرا باید سرکوبشون بکنی؟ اگه رفیق مردمی خب بیا توضیح بده شفاف بگو و اعزارا این یه عذری در پیشگاه خدا تو خواهی داشت برای فردای قیامت الا تقویم هم الحق اگه هدف تو اگه قصد تو برای بلایت پیدا کردن بالا رفتن و حکومت کردن تقویم مردم تقویم یعنی قوام دادن بالا آوردن اگه هدفت پرورش مردمه رشد مردمه توسعه ملت هست در واقع پیشرفت مردمه تو این کار میکنی و معلومه اگه یک پدری هدفش رشد دادن فرزندانش باشه تا یه سوالی کردن نمیگه خفش رو به تو چه مربوطه سرجات بشین فضولی نکن یه معلمی اگر هدفش رشد دادن دانش آموزان باشه اگر ایراد گرفتن که این مسئله که حل کردین غلطه یا این حرفی که زدین درست نیست معلم اگه بگه سرجات بشین بی سواد من معلم تو هم تو چی کاره ای؟ خب این نشون میده هدفش خودشه میخواد حقوق بگیره و یک برنامه روتین رو انجام بده بنابراین پدر و مادر معلمان مربیان رهبران جامعه اگه هدفشون رشد و آگاهی دادن به مردم باشه بهشون میدون میدن که اعتراض بکنن میگه اگر این کار بکنی تو عذری پیش خدا روز قیامت خواهی داشت این کار خیلی سخته ولی خداوند برای اولیاش این کار رو آسون کرده بعدم میگه که خب یادت باشه مالک در مش زدن به یک کسی هم فعنف الوکزته فما فوقها مقتلتن مقتلتون امکان قتل وجود داره ممکنه کسی مشت بزنه به کسی بمیره پس اگر در حکومت تو یه همچی کاری انجام بدی تازیانت یا شمشیرت من تو رو قصاص خواهم کرد میگه که این نخوت این خود بزرگبینیه تو مسئولی تو هم مثل بقیه مردم قصاص خواهی شد یعنی این هشدار رو به مال کشتر میدن اما بند هفتم که عرض کردم من فعلا هفت بند و هفت معیار در واقع در این جلسه محدود به نظرم رسیده حالا میتونه ادامم داشته باشه اینی که نظام چگونه میتونه خودش رو در واقع تثبیت بکنه تمام تلاش این آقایون اینه که این نظام نیفته سرکوب نشه نتونن براندازی بکنن چطور میشه عمل کرد که یه نظام برانداخته نشه بخشی از این اهنامه در این مورد هست که حضرت علی میدونه که این قانون تاریخ بوده این قصه پرقصه تاریخ که همباره مستبدان همباره سلاطین همباره شاهان سرکوب میکردن برای اینکه بمونن مخالفین خودشونو از بین میبردن بر اساس این تجربه تاریخی است که حضرت علی این توضیح رو هم در بند 19 این عهدنامه و در بندهای بعدیش هم هست خدمتون خواهم گفت میگن لیس شیئ اد الی تغییر نعمت الله هیچ عاملی موثرتر برای اینکه نعمت رو از یک جامعه سلب بکنه نعمت یعنی هر چیزی که خوبه شرایط خوب روابط خوب اقتصاد خوب فرهنگ خوب هیچ عاملی برای اینکه به جای نعمت نقمت بیاره بدبختی بیاره گرانی بیاره اختلاف بیاره آلودگی بیاره فساد بیاره میگه هیچ عاملی من اقامت علی ظلمن که یک نظامی بخواد رو ظلم اقامه پیدا بکنه اقامه یعنی بمونه قائم بشه بمونه چرا چرا میگه که این باعث بدبختی برای جامعه میشه میگه فان الله سمیع دعوت المزتهدین برای اینکه خدا شنوای دعای مظلومینه یا مزتهدین میگن کسانی که به خاطر عقایدشون مورد ظلم ستم قرار گرفتن تو کتاب لغت ببینین در بعضی از نسخهای نهج البلاغه میگه خدا شنوای دعای مظلومینه در بعضی ها مردن مزتهدین با ذات و تین زین یعنی در نظام خدا خدا شنوای دعای مظلومانه خدا شنوای دعای خانواده های جوان کشته داده مجروح شده اسیر شده است و هوبل ظالمین بالمرصاد خدا در کمین ستمگرانه ببینید این رو هم میدونه حضرت علی که ممکنه که مالک اشترم بخواد پایه های حکومتش رو در واقع با سرکوب بنا بکنه در بند 140 تا 145 تو همین زمینه توضیح میده باز میگه ایاک و دما و صفکه ها به غیر ها مالک بر هزار باش از خون خون و ریختن به ناحق خون خوب دقت کنید چقدر سریح داره میگه و مقایسه کنید با اتفاقاتی که افتاده مالک حاکمان جامعه که ادعای ولایت امامانه میکنید ادعای نظام ولایی میکنید ولایت مطلقه میکنید حضرت علی بیش از هر چیز حاکمان رو از خون پرهیز داده و خون به ناحقی که تو جامعه ریخته میشه میگه هیچ عاملی برای نقمت ولا اعظم تبعتا طبعاتی که خواهد داشت تو جامعه ولا احراب به زبال نعمتن از بین بردن تمام خوبی هایی که تو جامعه هست و انقطاع مدتن اگه میخوای چند سباهی بیشتر بمونی هیچ عاملی مؤثرتر بر بریده شدن مدت حکومت تو از ریختن خون نیست یعنی خون مدت نظام رو کوتاه میکنه بعد میگه که خداوند صبحان روز قیامت داوری رو با خونهای به ناحق ریخته شده آغاز میکنه والله سبحانه اون ابتدا کننده است داوری رو فیما تسافکو من خونهای به ناحق ریخته شده یعنی مهمترین مهمترین کار برای یک نظام مستبد مهمترین چیزی که باید پاسخ پاسخگو باشه خونهایی است که به ناحق ریخته میشه و دنبالش میگه فلا تو سلطان نه سلطانه که به صفک دمن حرام مبادا بخوایی پایه های, های حکومت تو با خون بنا ریخته شده تقویت بکنی فلا تقویان نه اون نونش نون تأکیده مبادا مبادا فکر بکنی که تو حکومت تو میتونی روی خون تقویت بکنی میگه فلا نه سلطانه که با دم انحرام فن نزاله که مما یضعفه خونریزی و کشتن مخالفین باعث تضعیف حکومت میشه و یوهنهو اصلا وحنش میکنه سستش میکنه پایه های حکومتو ها. بل یوزیلهو اصلا زائلش میکنه حکومت میبره و ینقلهو منتقل میکنه به یه نظام دیگه بعد میگه مبادا حالا دست اگر به خون مردم بردی به تعبیر امروز آتش روی مردم گشودی میگه مبادا نخوت این تسلطت میگه فلا تتمهن نبکه نخوت سلطانه که این تسلطی که حالا داری سلطه ولایتت الا ان تؤدی الى اولیاء المقتول حقهم که حق خون مردم که به کشته شدن بپردازی خب همه اینا سوال هستش که اینا مثل روز روشن در این منشور حکومتی حضرت علی آمده هر کسی میتونه خودش بره اینها رو بخونه چقدر شایسته است که این کسانی که فعلا در رأس امور قرار گرفتن یه بار حداقل بخونن و مقایسه بکنن نظام ولایی موجود و با اون ولایت امام اولی که معتقد هستن که در واقع پیرو اون هستند من دیگه وقتم هم تمام شد بیش از این وقتتون رو نمیگیرم نکات بسیار زیاد دیگه ای تو این عهدنامه هستش که هر کسی میتونه مراجعه بکنه بخونه و ببینه که چقدر فاصله زمین و آسمان در نظام ولایی بین عمل کرد و اون ولایتی که بهش در واقع افتخار و ادعا میکنند وجود داره خیلی ممنون و متشکر از صرف وقتتون و توجهی که به عرایز بنده کردید و با امید اینکه به هر حال حاکمان هم بخونند بفهمند که چگونه این اصول در نظام ولایت وجود داره و مردم هم بشناسند در واقع مدعیان ولایت رو تا یک مقایسه بکنند با امید آزادی و امنیت و آسایش برای ملت مظلوم ایران و سعادت ملت عزیز ما خداحافظ و نگهدارتون